شامتان شاد گفتگوی آخر خط را به گونه زنده از نور بیننده استید شانزده سال پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، از سرنوشت مبهم جنگ افغانستان تا مازل تروریزم در دنیا دیروز 11 سپتامبر 2017 برابر بود با شانزدهمین سال روز حملات تروریستی تاریخساز القاعده بر برج های دوگانه بازرگانی جهانی در آمریکا که در چند شهر آمریکا بیش از سه هزار قربانی گرفت و سبب شد کتاب سیاست آمریکا برای جهان و ویژه افغانستان ویرایش شود از این روز در چندین شهر آمریکا یاد بود به عمل آمد و در بزرگترین همایش بدین مناسبت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اشتراک و سخنرانی کرد و گفت تروریسم و دشمنان آمریکا و امنیت جهانی در هیچ جای جهان پناه نخواهند یافت و دامنه حراس افغانی را از زمین برخواهد چید این در حال است که با گذشت بیش از یک و نیم دهه از این حملات تروریستی تاریخ ساز و یورش ایالات متحده ای آمریکا و جامعه جهانی با هدف سرکوب تروریسم و خشکاندن ریشه حراس افغانی به افغانستان میگذرد هنوز اما نه تنها ریشه القاعده نخشکیده است بل دامن سیاه تروریسم و دهشت افغانی هنوز بر بسیاری نقاط از سیاره زمین گسترده است و گروه های دهشتگر خطرناکتری مثل داعش هم روی کار آمده و مهمتر از آن به ویژه برای افغانستان طولانی ترین جنگ ایالات متحده آمریکا در برابر تروریسم در افغانستان هنوز با روی کرد مبهم ادامه دارد من رشاد زریر هستم و برای کاوش این موضوع بحث می کنم با آقایان عبدالشکور سالنگی آگاه مسائل جهانی و امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان خیلی خوش آمدید آقای محسن با گذشت یک و نیم ده فاصله با یک و ده فاصله و گذشت 16 سال از حملات 11 سپتامبر که افغانستان همواره در سرتیتر موضوعاتی در خصوص و سوژه اصلی بوده چه تغییراتی را در راستای مبارزه تروریسم مبارزه آمریکا در برابر تروریسم ما تا امروز می‌بینیم بسم الله الرحمن الرحیم با عزیز سلام خدمت سالنگی صاحب خدمت شما همکارانتان و بینندگان محترم تلویزیون نور متاسفانه در 11 سپتامبر سال 2001 جهان شاهد یک واقع خونین بود که در ایالات متحده امریکا توسط گروه های تروریستی و دهشت افغان اتفاق افتاد و این به خوبی یک بار دیگر ماهیت انسان ستیز گروه های تروریستی را به نمایش گذاشت و ایرا به تمام ملت ها و کشور خانشان نشان داد که تروریست نمیتونه منافع هیچ ملت و کشور را تامین کنه بلکه اینا اما ماهیتشان انسان ستیزی است و اینا مسئولیت داره که بشر را به قتل برسانه و هیچ گونه مرزی مذهبی و دینی و جغرافیایی هیچ چیز را اینا مرز نجادی را در واقع نمیشناسه و ای بدون شک 11 سپتامبر حمله که در یازده سپتامبر اتفاق افتاد در تاریخ جهان به عنوان یک ات نقطه عطف مطرح است و پس از, از, از این که این حمله اتفاق افتاد طبعا در او شرایط مرکز القاعده در افغانستان بود و افغانستان در چنگ گروهک حک طالبان قرار داشت و البته اکثریت خاک افغانستان و جبهات مقاومت هم در جاج افغانستان بر گروهی گروه طالبا در جنگ بودن برای گروه های در جنگ بودن و طبعات از این حادثه ای که در 11 سپتامبر اتفاق افتاد ای بود که ایالات متحده امریکا به این مسئله به خوبی پی برد که ترورست به تهدیدی برای منافع تمام کشورها ملت ها سنا نشست سره در بون آلمان سازماندهی کردن و از نماینده جبهه مقاومت در اونجا حضور پیدا کرد و بزرگان و سران سیاسی کشور در اونجا جمع شدن و با اینا مشورت صورت گرفت و به اساس یک توافق ایالات متحده امریکا در رس و اعضای ناتو و شمار از کشورهای که توریس را به عنوان تهدید شناختن آمدن در افغانستان جبهه مقاومت را حمایت کردن و ما شاهد نابودی گروه سیای طالب بودیم و همچنان از افغانستان نابود شد و البته کماکان در سال اول نابود نابود شدن نمیشه گفت سال اول اینا تقریبا نابود شدن از افغانستان اگر رانده شدن پناه بردن به پناهگاهی در بیرون از افغانستان در از افغانستان از افغانستان نابود شدن اما پس از او باز هم به حمایت شماری از, از کشورهای مشخص بینا دوباره تمیل شدن تجهیز شدن به افغانستان فرستاده شد و در اینجا کماکان از سالها به این طرف در جنگش بر علی حکومت ملت افغانستان و امکاران به این ما پرداخته است در این اواخر ما شاهد اعلان راهبرد جدید ایالات متحده امریکا بودیم طبعا اداره جدیدی که در کشور روی کار می و یک نگاهی به استراتژی پالیسی و برنامهش در سطح داخلی و خارجی می داشته باشه بالاخره آقای ترام هم پس از چند ماه که اینا ارزیابی داشتن در سیاست های داخلی، سیاستای خارجیش و حیات های مختلف از حکومت جدید ایالات متحده امریکا در افغانستان آمدن مقامات بلند پایش آمدن با رهبری حکومت وحدت ملی مذاکره داشتن اوضاع و احوال از نزدیک ارزیابی و بررسی کردن و با توجه به مشناختی که از افغانستان پیدا کردن استراتژیشان را در قبال افغانستان اعلان کردند که در استراتژی نکات مثبت و خوبی در شده که ما هستیم ما را برای بهبود وضعیت در افغانستان منطقه و جهان کمک کنند درست است و در 16 سال اگر یک درنگ کوتاه بکنید چرا نتوان سیالات متحده آمریکا که تنها هم نبود جهان بسیاری از کشورهای متحدش در کنارش بودن و در افغانستان حضور داشتند با تمامی فراز و فرودهایی را که سیاست های آمریکا از سال 2001 تا 2014 در پیش داشت باز هم نتوانستن آنگونه که ایجاب میکرد و آنگونه که شایسته بود در برابر حراس بجنگند و یا اگر ریشکن هم نتوانستن دست کم با پیمانه امروز ما درگیر تروریسم نمی بودیم این میتونه دو دلیل داشته باشه دلیل اولش برمیگرده به مبارزات و اراده جدی که باید در حکومت وجود می داشت که متاسفانه در گذشته ما نه یک اراده جدی در سطح رهبری حکومت وجود داشت و نه ما تعریف روشن از دوست و دشمن داشتیم که بدون شک باعث تقویت و تداوم جنگ فرسایش در افغانستان شد و به طرف دیگر باعث تضعیف روحی نیروهای دلیل امنیتی ما که اینا در خطوط مقدم نبرد در جا جای جا افغانستان جنگ میکنم لحظه ما شما صحبت میکنیم در شاید بیش از 100 جای جا افغانستان جنگ جریان داشته بله. باشد. و یک دلیل هم میتونه دلیل یا عامل خارجی داشته باشه که فشارهای لازم بالای گروه های بالای کشورهایی که از ترس های میکنه و اونا تمویل میکنه تجهیز میکنه تغذیه میکنه اونا در واقع وجود نداشت یعنی بی هم باس هم برمیگرده به اون بود خارجی قز داخلی قضیه در حکومت گذشته که سراحت بسیار واضح و روشن در جهان ما ایرانه کردیم به کشورهایی که افغانستان ایمهت میکنه را نکردیم که مشخصا اینی کشورها وجود داره که از تروریس پروری در منطقه ایمهت میکنه و اینا تروریسم با عنوان ابزار سیاست خارجیشان در واقع استفاده میکنه این تلاش میکنه جلی. که منافع سیاست خارجی خود از راهگذر تروریسم تامین کنه اما در حکومت وحدت ملی صلاحت به وجود آمد ما سفیر ما در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلان کرد رسما سند را کرد اسناد وافر را کرد که پاکستان هست که به ثباتی در افغانستان منطقه و جهان دامن میزنه و همچنان ما امریکا را قناعت دادیم که این شما بگید در حکومت گذشته در, در حکومت افغانستان و در راهبردهای پیشین امریکا خلاهای وجود داشت اما این خلاها در حکومت جدید افغانستان حکومت وحدت ملی و سیاست جدید آمریکا با وجه استراتژی جدیدش این پر شده و آسیب شناسی شده ای ببینید ببینین را که امروز در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا وجود داره بله. و نگاشته شده در گذشته وجود نداشت مثلا برای اولین بار است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به سراحت به وضوح به روشنی از پاکستان خواست که حمایتش از گروه های تروریستی متوقف کنه که در گذشته مثلا نشده بله اراده برای مبارزه با تروریسم در داخل وجود آمده اما اما شما شاید بودین مردم افغانستان شاید بودن که سی فیصد کمک های مالش را قطع کردن و حیات های از امریکا و پاکستان رفتن و مستقیما از مقامات پاکستان خواستن که تروریسم نمیتونه منافع کشور تامین کنه بنابراین وقت از فرار رسیده که شما حمایتتون را از گروه های متوقف کنید و در بود داخلی هم به پیشترم اشاره کردم که اراده جدی وجود داره و تعریفی از دوست و دشمن وجود داره کسانی که بر حکومت ملت افغانستان به ناحق در جنگ هستند اینا دشمنان ما هستند رئیس جمهور رئیس شورای و سایر مقامات بلندودبی رتبه حکومتی مستقیما هدایت میتوان اما امنیتی سری ما وجود داره بله که همه ام. مردم افغانستان همه کسانی که مردم افغانستان را میکشند از نشانی همه سران حکومت وحدت ملی دشمن خوانده میشن اما تعریفی از گروه مثل طالبان مثلا رئیس جمهور و کاخ ریاست جمهوری تا همکنون مخالف سیاسیشان میخوانه و حتی ما به گونه خیلی صریحش تا حال از زبان آقای غنی و سخن... سخنگویانش ندیدیم که تروریست خوانده شود طالبان برعکسش از آقای عبدالله و شما سخنگویان کاخ سپیدار همواره ما با سراحت لحجه شنیدیم که طالبان را تروریست خواندید این ابهام در تعریف از طالبان و دیگر گروه های تروریستی مگر سیاست واحد شما و تعریف واحد دولت افغانستان است تروریسم در افغانستان را وانمود میکنه ببینید در افتتاح پارلمان فکر کنم سال گذشته بود که رئیس جمهور هم به سراحت اعلان کرد کسانی که برای حکومت ملت افغانستان جنگ میکنند نه اینا, دشمنانی ای اینا دشمنان مردم افغانستان هستند ای اینا دشمنان مردم افغانستان هستند و با اینا باید برخورد جدی صورت بگیره و اینا نابود شد اما اما هر گروهی که باز ما پروسه صلح هم داریم در عین زمانی که ما گروه های تروریستی را نابود میکنیم در جا جای افغانستان پروسه صلح هم داریم و در صلح هم باز است کسانی که ندای بر حق صلح حکومت ملت افغانستان قبول میکنن لبیک میگن در صلح با اونا باز هست اونا ما ولی برای... تقاضا هم میکنیم که در کنار حکومت ملتشان بین قرار بگیرن و این دروازه صلح ای باز خاک گرفته و هیچ کسی وارد و خارج ده ای نشده در ای فرایند که ما میبینیم این دروازه صلح ای کی درون کشید ببینین آه... آه... اگر قضاوتی رو کنیم که کاملا ناکام بوده شاید قضاوت درست نباشه بله قضا... انت... انتظارات را که حکومت داشته مردم داشته شاید بر نشده باشه اما بالاخره اینا کارهایی را داشته مثلا... در جای جا افغانستان مثلا حزب اسلامی حزب اسلامی که, که آمدن. خیلی ب... آقای اکمتیان ا... م... 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 گفت که شورای آل سلو و اینها در آ... آمدن ما هیچ نقشی نداشتن و در کل خیلی ها باورشی است که تسلیم شده و بحث خیلی متفاوت است حیات حیات اسلامی بارها با, با مسئولان شورای عالی سل نشست داشته گفتگو داشته که مردم ولی. افغانستان در جریان هستند خدا ما و گذشته از, از, از او ما شاهد بودیم در جای افغانستان کسانی بودند بس پروسه سل پیوستند پا، من مزار خدمت شما یک مثال از میکنم که قمندان بودند با 200 نفر چند قبل به از رهگذر شورای آل صلح آمدن وارد همین فرایند آقای و... یک سری آ... در همین فرایند وجود داشته که مثلا یک گروه پول کم آوردن مشکلات داشتن و به هر بهانه برای این که امتیاز بگیرن از زیر چتر گفتگوهای سال رفتن چند روزی با چند میل سلاح در یک کوه حالا یک سری تمثیل های حراس ها افغانانه کردند تا دوباره آمدن اونا دوباره خیلی هم فاصله میان حضورشان در میان مردم تا بازگشتشان وجود نداشته اصلا گفته میشه که هیچ دستاوردی نداره شورای عالی ببینین صلح یک امر الهی و دینی و اسلامی است ما با توجه به ارزش های اسلامی به ای در شورای حال صلح را که نتیجه کم بگیریم زیاد بگیریم بالاخره کماکان فرارای گروه های توریستی که متوجه میشه که در مسیر غلط در حرکت هستند ای صلح شو در, در باز خواد برد ما پیشتر هم ارز کردم یک بار دیگه تاکید میکنم که بخاطر که یک امری الهی است و صلح خیر گفته و خداوند توصیه کرده که ما به طرف صلح حرکت کنیم ای در صلح باز خواهد بود با با اما اما از طرف دیگه کسا و کسانی که گروه های دهشت و تروریستی که به لجاجتشان ادامه بده اونا محکوم به نابودی است سراحت واضح در حکومت وجود داره که اونا در جاج افغانستان باید نابود شود تشکر آقای سالنگی یک درآمد شما بر 11 سپتامبر و پیامدهایش برای افغانستان جهان داشته باشید باز وارد بحث میشه. بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما جناب تلویزیون نور خب یکی دوران جنگ سرد بود که یک نظم دو بر جهان حاکم بود و دو تا کشور ابرقدرت در تمام سطوح و در تمام مناطق جهان بر رقابت به می میپرداختند و اینو ابزارهای خاص خودشان نداشتند که البته او ابزارها ابزارهای متعرف همو زمان بود معمولا مداخله بود حمله بر کشوری بود اشغال کشوری بود که ما دیدهم افغانستان در اشغال شوروی درآمد و ایالات متحده های را یک شوروی تمویل کرد که جهاد افغانستان رقم خورد اما بعد از فروپاشی شوروی دنیا دچار یک نظم یعنی میره به طرف یک نظم یک قطبی البته کشورهای سرکش در زمینه وجود داشتند که خیلی نمیتونستند چالش علی ایالات متحده ایجاد بکنن در راستای تامین اهدافی که ایالات متحده برای خودش در یک نظام تک ترسیم کرده بود اما 11 سپتامبر با وجود از اینکه خارج از عرف یعنی یک یک به خارج از عرف در سطح نظام بین‌المللی تلقی شود که یک گروهی البته مستقیما گروه القاعده مسئولیت 11 سپتامبر را به دوش نگرفت بلکه گفته شد که شما این کار انجام دادید حتی بنادن در اعلامیه‌ای که پخش کرد ما این کار انجام ندادیم خب بالاخره یک گروه آمد در یک کشوری او کشور هم یک کشوری که ادای تعقد داشت در سطح جهان و در تمام سطوح قدرت خودش بالاتر از همه میدانست و دیگران را ملزم و پیروی از او و الگوهای از او میدانست در قلب از او کشور و در چند منطقه یک حادثه دلخراشه که سی هزار نفر کشته شد اتفاق افتاد خب ای خودش چند تا پیامد چند تا به اصطلاح بیشتر از پیامد بگویم چند تا خبر اعلان کرد به اصطلاح مفهوم اصلیش در زمین نامد اولی که آنچه که حالات بوده به او می نازید به عنوان قدرت خود یک بحث یک چیز پوشالی بود وقتی که دستگاه اطلاعاتی و استخباراتی و نظامی ایالات متحده نتونست جلو حمله را در خاک خودش حتی بر پنتاگون حتی بر کاخ سفید بگیره پس تمام ادعا نقش بر آب شد یک مسئله مسئله دوم ای که یک گروه ای کار انجام داد یعنی کشور ای کار انجام نداد پس چطور میشد جلو از این گروه را گرفت یا علیش مقابله کرد بر مبنای حقوق بین الملل چیز قابل تکای وجود نداره در منشور ملل متحد و در فیصله های شورای که اگر گروهی علیه کشور اقدامی انجام بده اقدام نظامی البته او اقدام نظامی گفته نمیشه یک اقدام تروریستی یعنی با سلا اونا حمله نکردن بلکه یک هواپیما را به یک برج کوبیدن چطور با اون مقابله بکنه سکوت حقوق ق... بین الملل در این زمینه هم به اصطلاح یک ابهام دیگری برای این مساله افزود که چطور ایالات متحده علیه ازی استادگی بکنه و با چه مبنایی بلا فاصله بعد از 11 سپتامبر خب همه دنیا حتی کشورهای منتقد ایالات متحده در کنار ایالات متحده ایستادن و ابراز همدردی کردن و حاضر شدند که برای به جبران خساره ایالات متحده کاری انجام بدن علی هر گروه هر کشوری که ایالات متحده میخواد اینا هم برن اقدام بکنن خود از این یک دستاورد برای آمریکا بود از این جهت ایده میگن که 11 سپتامبر یک سناریو ساختگی توسط خود آمریکاست چون میخواست که همه را بسیج کنه علی در راستای و هدفی که خودش در آینده میخواد به او برسه حتی کشورهای منطقه مثلا روسیه یک کشور منطقه بود روسیه با توجه به ضعف و رخوتی که در او زمان داشت نمیتونست سراحتا علی ایالات متحده استادگی بکنه و کشورهای دیگر هم که توانه اون تظاهر به همکاری کرد با آمریکا تظاهر چی که حتی صادقانه پوتین در یک خطابه گفت که بعد از حادثه 11 سپتامبر که جنگ سرد واقعی امروز تمام شده و ما همگی ضربه از چیزی دیدیم که دشمن همه ما است و همه ما احساس میکنیم که دشمن ما است یعنی ما یک هدف مشترک یک دشمن مشترک پیدا کردیم در گذشته ما مقابل چون این کالا 11 سپتامبر سناریوی ساخته خود آمریکا باشه او زمان از طرف روسیه هم نمیتونست شود ببینید این بس ادعای سیاسی نیست سناریوی که بس سناریوی ادعای سیاسی نیست بیشتر ادعای تحلیلی است از طرف تلگران بی طرف که اینا خب میان تحلیل میکنن میگن با توجه به اهدافی که ایالات تعالی برای خودش ترسیم کرده بود در در با توجه به ابهامی در خود رویداد در خود رویداد وجود, وجود داشته ابهامات خیلی زیادی وجود داره که تانوز رفع هر رفع و حل نشده و ایالات بوده در زمین سکوت اختیار کرده هیچ سند ارائه نکرده داره بر اینکه واقعا منشأ و منبعی چی بوده خب مسائل مطرح شد در روی ابتدا که خب القاعده از کجا نفرار تمویل کرده از کجا خواست چیکار کرد بالاخره یک بحث جور در زمین سرانجام یورش امریکا و افغانستان. اما یورش امریکا در افغانستان بر اساس دو تا قدنامه شورای امنیت که سراحتا در هر دو تا قدنامه چیزی وجود نداره که امریکا بر افغانستان حمله بکنه صرفا تروریزم عنوان یک آفت جهانی تعریف شده و تعریفی که از حمله 11 سپتامبر انجام شده یک تعریف حمله نظامی است تا یالات متحده اجازه پیدا بکنه که عمل بالمثل انجام بده پس ما یک به اصطلاح تحولی در تعریف حمله یا دفاع مشروع هم در فردا 11 سپتامبر میبینیم که حتی امروزه اگر گفته میشه که روسیه برای از که از خودش دفاع بکنه در شمال افغانستان مثلا حمله بکنه بر موازی داعش آیا حق داره یا نداره بر اساس او فیصله قدنامه شوری امنیتی حق داره پاکستان مثلا بر یک کشور افغانستان مثلا بر پاکستان حمله بکنه به خاطر از این که ما لانههای گروههای تروریستی را مثلا رهبر شبکه حقانی را هدف قرار دادیم بهر اساس دفاع مشروعی که امروزه تعریف شده در حقوق بینالملل این حق تفسیر شده هر کشوری یه حق داره خب یالات به عنوان بزرگترین کشور حق بیشتر برای خودش میده از این خاطر حمله میکنه بر سوریه حمله میکنه بر افغانستان حمله میکنه بر پاکستان حمله میکنه بر هر کشوری که توانایی داشته باشه پس ما مکس کنید. ما چی کرد آمد این حق را برای خودش تعریف کرد یا هم سازمان ملل براش تعریف کرد و آمد به افغانستانی یورش برد و یک بار خب از چند هزار بالاخره ده چند ده هزار و بالاخره صد هزار هم تعداد سربازاش رسید و بالاخره نوسان داشت اما ما هنوز درگیر هستیم بیت یک نگاهی به می فرایند کوتاه‌تر بکنید بله خب پیامدهایی که 11 سپتامبر داشت از لز حقوق بین الملل خدمتتون عرض کردم و یک عرفی هم در روابط بین ایجاد کرد ای که شما میتونید با بهانه حمله بر موازی توریستی هر جای سرک بکشید با توجه به منابع و قدرتی که دارید اه. اما حضور امریکا در افغانستان بر اساس یک اتفاق و به اطلا پذیرش عمومی صورت گرفت همه کشورها عرفا یک توافقی کردن که امریکا میتانه بر افغانستان حمله بکنه و گروه تروریستی داعش ک القاعده را که مسئول درجهیهک حمله بر خاک امریکا شناخته میشهر نابود بکنه من جمله طالبان که حامی القاعده است حتی ایالات متحده درخواست داد که طالبان که شما بلادر برای ما تصمیم کنید ما کاری با شما ندارم بال. شما هر کاری با مردم افغانستان میکنید حق تان است با ما نایده میگیریم فقط امی آدم با تصمیم کنید اما خب اینا این کارو نکردن نكتر. بالاخره مورد حمله قرار گرفتن کشورهای ای که در بس داخلی مثلا ما میتونیم بس داخلی آسیا مطرح بکنیم رقبای ایالات متحده اینا هم توافق بر سر این مسئله کردن که تروریزم که در افغانستان لا نگرفته دشمن همهمس بخصوص روسیه چون طالبان با گروههای فعال چچنی و قفقاضی و آسیای مرکزی یک رابطه داشت و اینا با همدگهدر رفتآمد بدن و روسیه ناتوان بود در مقابله علیه عزینا خب یک نیروی پیدا شد که از بیخو بند شر اصلیر کم بسازه که االات روسیه در کنارش یستاد و حریم فضایی و زمینی خود در اختیار ایالاتم قرار داد حتیی که حاضر شد دتا پیگاهی آسیای مرکزی و هزاران سرباز رفت و آمد بکنن حتی برای اولین بار در تاریخ رابط تا کشور می‌بینیم که هواپیمای نظامی آمریکا از حریم روسیه استفاده کردن علی رغم از اینکه واکنشا و انتقادهای بر سر ب... علی پوتین هم در داخل روسیه برانگیخته شد که چرا شما به آمریکا اجازه میدید که تئوری نظامی تجسسی و همینطور لوجیستیکی خود از فضای روسیه عبور به تخوپی امریکا هر چه باشه 11 سپتامبر اتفاق افتاد ما هم دردی میکنیم ولی رقیب ماست ما نبا اجازه بدیم که ای آدم سو استفاده بکنه مثلا در صورت اخفال ما بیایه یک کارای دیگر استفاده دیگر بکنه اما جهانش. اما همه برای توافق داشتن حتی ایران پایگاه را در, در, ابتدا در اختیار امریکا قرار داد برای پرواز های لوجیستیکی گفته میشه که در کرمان پایگاه در اختیار امریکا به صورت معقد قرار گرفت چون شریک در افغانستان لا نگرفته بود ای بر همه آفتش میرسید بلایش میرسید خب همه توقع داشتن که امریکا که آسیب, آسیب درجه یک است باید صادقانه تر رفتار بکنه در راستای زودن از این شهر و ریشکن کردن از او <applause> اما بعد از گذشت 16 سال که امروز ما شما صحبت میکنیم نه تنها که این شهر از افغانستان کم نشد بلکه در جای دیگر هم ریشه دوان بله. القاعده درست است که رهبر القاعده کشته شد توسط امریکا در خاک پاکستان اما امروز القاعده با دوباره عنوان امی... چالشگر اصلی امریکا در خاور میانه حضور داره و بسیار به صورت مخفی در بین افغانستان و پاکستان فعالیت داره بدتر از القاعده گروهی زور به نام دایش کال همگی زمین گیر شده در مقابله و برابر خشم مبارزه طالبان که هدف درجه یک امریکا بود و هدف درجه یک ما هم بود و از روسیه هم بود از ایران هم بود از چین هم بود امروز با یک گروه فعال قرار در افغانستان 34 درصد خاک افغانستان در اختیار خود گرفته و فعالیت مان کسانی که هدفشان بود شده امروز مثلا روسیه ایران بله بکر. خب چرا چنین شد مهم. وقتی که حال ما بعد از 16 سال تروریسم حتی فروکش نکرد بلکه در در میانه. نقش بالادستی را تر... گروه توریستی داره در افغانستان نقش بالادستی گروه های توریستی داره و حتی کشورها حاضر میشه که با این گروه های توریستی بیا تعامل کنن علت چیست آقای سا... علت, آ... سالنگیب. آ... سالنگیب. ده... علت این چرایی را دو علت را آقای آ... میسم فرمودند حالا با توجه به اون دو علت دیدگاه خودتان این بس, بس ما فراتر از او دو علت است خب فرمودای جناب میسم صاحب کاملا درست است که آ... عدم تعریف شفاف و واضح از تروریسم در افغانستان توسط دولت افغانستان در گذشته مم. و, حتی و حتی ابراز همدردی با طالبا در مواردی و ابهام در استراتژی های امریکا یا ابهام من نمیتونم بگم اشتباهات در استراتژی امریکا چون خود امریکا معترف هستند که ما اشتباه کردیم در برخورد صادقانه با کشورهای که تروریسم و بس دیگه ای که وقتی ما میگیم ابهام در استراتژی آمریکا، اشتباه در استراتژی آمریکا، باز بهم یک باز, باز تعریف بکنیم که واقعا این چیزایی که این مفاهیمی را که ما بیان میکنیم واقعا اینا بر رفتار ایالات متحده صادق است خب وقتی که آمریکا ب ب ب ب اساس یک هدفمندی در آس مدت کار انجام میده ما نمیدونیم اون اشتباه ما نمیدونیم اون مثلا ضعف و رخوت و همینطور ام... کاهش به اصطلاح توانایی از او کشور در مقابل گروه تروریستی بدانیم بلکه یک امر تعمدی میتونیم چی بکنیم لحاظ بکنیم که امریکا نخواست واقعا گروه های تروریستی در افغانستان سرکوب شود و امریکا نخواست خب امریکا خبر داشت که پاکستان لانه امنی توریست است توریسم است ترامپ که همه همی... روز در م... موضوعات اقتصادی مصروف بود چطور به در رسید ولی اوباما سیاستمدار و بوش نرسید همهشان رسیده بودن اما ای که چرا ترامپ آمد پاکستان هدف قرار داد و از پاکستان انتقاد کرد و بحث جداگانه است بعد در قالب خودش بحث شد اما صحبت سر است که عدم رفتار صادقانه و نیتمندی صادقانه در افغانستان باعث شد که کشورهایی که رقیب که تا دیروز در کنار ایالات متحده علیه توریسم ساده بودن امروز در مقابل یالات متداول و در کنار توریستا بیستن مثلا روسیه گفته میشه وای کار انجام میده ایران که امی طالبان تقریبا 12 13 نفر دیپلماتش سر بودید و دشمن درجه کش میشد امروز گفته میشه که با طالبان ارتباط داره چرا چی شده؟ علتش ایست که از او تروریزمی که 11 سپتامبر رقم زد و شو که بر جهان وارد کرد و تقریبا 3000 نفر را به کام مارک فرو کشان امروزه به عنوان ابزار در راستای رسیدن به اهداف سیاسی خارجی استفاده میشه <applause> پس این یک تحول در ماهیت تروریسم هم هست دیگه تروریزم به عنوان یک ابزار کاملا ساده و تورزم. کم مسرف. و تعریف از تروریسم تروریسمی که بالاخره امنیت جهانی و بشر را به خطر انداخته تا این تروریسم تاخیر کرده دقیقا او تروریسمی که در ابتدا تعریف میشد همون چیزی بود که شما فرمودید کسانی که امنیت جهانی را به خطر مندازن هم، همه انسان ها دشمنشان هستند و دشمن همه انسان ها هستند همگی برمی تعریف توافق داشتن و همگی حاضر شدن که این توریسم سرکوب شود اما امروزه فرق کرده یا گروه رو آمریکا توریستی میگه کشور دیگه میگه که نه برادری گروه توریستی نیست خیلی هم کار خوب انجام میدن در این بس خبر مینا خدمت مصال عرض کنم گروه های آمریکا در لیست سیای خود و در لیست گروه های توریستی داره توسط ایران گروه های آزادی بخش خطاب میشه روسیه اونا را رو کمک میکنه به عنوان گروه های آزادی بخش همین گروه های توریستی که توسط ایران و روسیه در سوریه توریست توریست خطاب میشن توسط ایالات متحده به عنوان آزادی بخشان نام گذاشته میشن. حمایت خب میشن پس این استفاده ابزاری از توریسم و همینطور طور تغییر تغییر نگاه ها بر توریسم است اما در بود داخلی افغانستان هم اینا یک چالش را شناسایی کردند شما چالش سراغ دارید چالش یعنی فراروی م... چالش فراروی آن میشد ولی نشد بله ببینید در افغانستان وقتی که ما من بحث میکنیم که چرا اه... اه اه... مبارزه امریکا علیه گروه توریستی ناکام مانده باید دلایل متعدد باید در نظر بگیریم یعنی نمیشه ما با یک نگاه تحلیلگر تحلیل بخوایم مثلا یک بوده قضیه خیلی فربا بسازیم علت الال, الال را پس اصلا علت وجود نداره علت های متعدد در کنار هم وجود داره ما خدمتون فرستوار میگم که وقت نگیره اول چیز که مردم در افغانستان در کنار دولت خودشان و ایالات متحده نیستادن حتی همه مردم ببینید نه نه مردم که وقتی میگیم بخشی از مردم درست. تعداد از حتی امروز همه مردم علیه حضور امریکا شده در افغانستان بله. این دمی وکیل پارلمان چند روز پیش دو تا وکیل پارلمان گفته که جهاد علیه امریکا جنگ علیه امریکا رواست خب امریکا کی را اینجا حمایت میکنه <تصحن> امریکا اگر نباشه ما شما در, در این میز کی میتونیم صحبت بکنیم خب در یک فراری میباشیم پس ما خودمان از حضور امریکا استفاده درست انجام ندادیم در راستای زدودن عوامل تروریستی در افغانستان ای یک علت میتونه باشه حتی همسو با های جناب محسن صاحب در گذشته در 14 سال ریاست جمهوری آقای آمد کرزی حتی همدردی صورت میگرفت با گروه تروریستی زندانیانشان رها میشد نمیفهم که اونا توریست خطاب نمیشدن برادر خطاب میشدن هزار یک تعریفی که میشد که خود از این نشان میده که بالاخره ما نمیخوایم که اولو ما باشه گمشود. و سومی در حالی که حتی اگر برادر ما تروریست بود باید یایی که نابود و یایی که بیا در کنار ما بیسته دیگه ها. خب باید از دولت خارج نباشه علت دومی است که کشورهای منطقه پاکستان بحثش یکم متفاوت است پاکستان در صدد اخراج ایالات متحده افغانستان نبوده و نیست بلکه در صدد استفاده از آمریکا است آمریکا در افغانستان حضور داره پاکستان میخواد که از حضور آمریکا در افغانستان علیه پاکستان کاری صورت نگیره در یعنی با امروز. یعنی چالش چالش منطقی حضور امریکا علیه پاکستان خلق نکنه مثلا اتحاد افغانستان هند اتحاد افغانستان امریکا و اتحاد سیگانه ای سه تا صورت نگیره که پاکستان در اینجا منظوی شود هدف پاکستان فقط از از نگاهش به افغانستان و رفتار نسبت به افغانستان همین مساله است دیگه ای که بس دیگه که کشورهای دیگری که ناراض از حضور امریکا در افغانستان هستند مثلا روسیه چین ایران این کشورهایی هستند که تحمل حضور امریکا را در قلب آسیا ندارند باید میگن که برادر دیگه برو به پشت کارت چرا اینجا اومدی و باز اینا اینا از در بله اینا میان از گروه های تروریستی علیه حضور آمریکا در افغانستان استفاده میکنن و اونا را فربا میگفتازن اینا در کنار از عوامل دیگر هم وجود داره که برمیگرده به فساد در دستگاه دولت،, دولت در دستگاه اجرایی دولت در دستگاه نظامی دولت ما میبینیم که در فسادی که وجود داره این خودش قدرت نیروهای ما علیه گروه توریستی ولو اگر در رهبران <تسجال> رهبران درجه پایین افغانستان مثلا رهبرانی که در میدان جنگ هستند یا یا قماندانان بگویم یا فرماندهان بگوییم یا کارگزاران نظامی ما نیت صادقانه وجود داشته باشه اما فسادی که این فساد فراگیر است و یک بس شکل شکلی گرفته اجازه نمیده که به مبارزه علیه توریسم یک شکل موفقیت‌آمیز داشته باشه خیلی ممنون آقای میسام حالا شما به نگاهتان خوشبینانه است نسبت به راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا و اینکه با صراحت از پاکستان تعریف به شما واقع بینانه کرده در کنار یه هم نسبت به اوضاع داخلی شما خوشبین هستید که حالا تعریف واضح هرچند بحث ما و شما کردیم ولی خب شما میگید تعریف واضح از تروریسم و تروریست ها وجود داره و در کل نمونه زیادی با این وضع شما فکر میکنید که آنگونه که در آقای نیکلسن گفت تا دو سال دیگر تمامی خاک که در تصرف طالبان هستند بازپس گرفته خواهند شد و داعش رانده و نابود خواهد شد و در کل امنیت در افغانستان سوق داده میشه به سوی تأمین شدن این امیدواری هم وجود داره ببینید ما میخواییم که در ارتباط به استراتژی حالات متحده امریکا دو سه تا نکتره که در اونجا بسیار برجسته است و او که خوشبینی ایجاد کنه در مم. میان مردم افغانستان برای بهبودی وضعیت در کشور خدمت شما عرض کنم نکته اولی که همی که برای اولین بار است ایالات متحده آمریکا یک سراحت بسیار روشن نسبت به پاکستان داره یک موقف بسیار روشن نسبت به پاکستان داره حتی هشدار داده و از پاکستان توسط هشدار خواسته که حمایت از گروه های تروریستی متوقف کن و این سیاست نه به نفع توس نه به نفع افغانستان و نه به نفع جهان <applause> این میتونه بسیار امیدوار خلق کنه ما پیشتر هم کردم که گروه های تو در در اینجا وجود داره و بر علی ما در یک و نیم دهه به جنگ فرسایششان ادامه داده اینا از بیرون تغذیه میشه اگر اینا تغذیه نشه و هیچ شکی وجود نداره که یا میتونه بیش از چهار روز در مقابل نیروهای دلیری امنیتی ما دوام بیاره و طبعا همی بسیار مسئله واضح است که اگر طالب است اگر گروه های دیگه است اینا مشخص این یک ماش میگیره آ... یک مسئله مسئله دوم هم آ... یا بحث دوم هم نگاه ایالات متحده امریکا در این استراتژی جدیدشان وضعیت محور است تا زمان محور در گذشته معمولا یک تاریخی برای بیرون بیرون شدن نیروهای خارجی مطرح بود و به یک تاریخی برای قطعی تا کمک های ایالات متحده امریکا و سایر حامیان و همکاران به ملی ما مطرح بود که توانست برای در نزد دشمنان مردم افغانستان خوشبینی را ایجاد کنه ما شاید بودیم سال 2014 در واقع به یک سال کابوس تبدیل شده بود از او طرف دشمنان مردم افغانستان خوشبین شده بود که به همکاران بین حکومت و ملت افغانستان بیرون میشه و ما میتونیم که به اهداف استراتژیک ما که امان سقوط برخی از شهرهای افغانستان باشه برسیم و به نزد مردم افغانستان در واقع یک وحشت بود که سال 2014 چی واقعیات خطرناکی اتفاق خواهد افتاد اما در این استراتژی جدید آمدن ایالات متحده آمریکا به سراحت اعلان کردند که ما نگاه ما وضعیت محور است اگر وضعیت بهبود پیدا کرد ممکن است اونها از این خارج ها اگر تروریست کماکان به عنوان یک تهدید سالهای متمادی مطرح باشه ایالات متحده امریکا در کنار حکومت ملت افغانستان استاد است دو سوممی که اونا حمایتشان از حکومت ملت افغانستان به ویژه نیروهای امنیتی ما به گونه دوامدار و طولانی مدت اعلان کردند که میتونه که سه مورد حداقل به عنوان نکات برجسته که خوشبینی ها را بر در بین حکومت ملت افغانستان برای بهبود وضعیت افغانستان در واقع ایجاد کنه در ارتباط به گروه های توریستی ما یک نکته را خدمت شما عرض کنم که ماهیت گروه های توریستی و یا اهدافشان در افغانستان تغییر کرده در گذشته اینا تلاش میکردن که شهرهای افغانستان را با سقوط مواجه کنند و که اینا موفق نشدند در واقع شهر افغانستان در تسلطشان در بیاره با وجود از با وجود از میپذیریم 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 که اینا یک یک بار دوبار تا چوک کندوز آمدن <تصفح> اما از جانب حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان جواب دندان شکن را پس از گرفتن و بالاخره اینا با شکست مواجه شدند با شکست اینا میخواستن که چندین بزرگ شهر افغانستان با سکوت مواجه کنه و در اونجا اینا حکومت رو تشکیل بده که خوشبختانه به هیچ یک از اونا نرسید و بالاخره برداشت ما است برداشت ما است که آرامان به این نتیجه رسیدن که موفق نمیشن اگر یک گلوسوالی رو با سقوط موجه میکنه یک روز دو روز بیشتر در اونجا تاپ نمیارن و توسط نیروهای دلیل امنیتی ما پاسخ دندان شکن دریافت اما این 40 درصد خاطر نزدشان است این ای گزارش درست نیست به هیچ وجه نمیگه به هیچ وجه گزارش درست نیست فعلا طالبا یا گروه های تروریستی جنگ چریکی دارن اونا می ببینین در یک قریه اما حمله تروریستی شون انجام می جنگشان موقتا میکنه پس دوباره میره این به معنی نیست که قریه باز به طالباست کجا دوباره. می دوباره اینا میبره پس به کوه میبره ممکنه سال با چند کوی افغانستان وجود داشته باشن اما در اگر ما فیصدی را ارزیابی کنیم به هیچ وجه و که وجود داره دقیق نیست و و به هیچ وجه هم نمیتونه دقیق باشه چون اونها یک جنگ چریکی میکنن دوباره با کامل اکوتا. اما در اما ماهیتش. و وضع جاری دولت افغانستان دورنما روشن است که ما موفق خواهیم بود با مرور زمان در سالهای پیش رو اما فعلا باور ما است که گروه های توریستی نامید شدن که اونها نمیتونه که کدام شهری را تحت تسلط خود در بیارن اینا آمدن فعلا دو تا با توجه به دو هدف کار میکنن هدف اولشون این است که جنگ فرقیر را در افغانستان دامن بزنند شما در این ماهای آخر شاید بودین که مساجد مذهب و قوم خاص هدف قرار میتن بله. مناطق قوم, و قوم خاص و مذهب خاص و سمت خاص هدف قرار میتن و تلاشانی است که به جنگ فرقه در افغانستان دامن بزنه اما از طرف دیگر اگر اینا به مسجد عمله کردن مسجد ب ب ب ب اهل تشیع در نماز جنازه امو شهدا اقوام مختلف آمدن از از قوم وزبک، تاجیک، پشتون، هزارب، بلوچ، پشه کل کلگی آمدن در نماز جنازه شرکت کردن و به تورستای نشان دادن که شما به یه دفتا نمی و ما ملت واحد هستیم و ما به خوبی هدف شو میره که شما دنبال میکنیم ما رو به خوبی میدانیم و شما موفق نخواهید شد یک هدف و هدف دوی می است که ایجاد راب و وحشت است اینا می یک حمله را انجام می سازماندهی می کنن. با وجود از ای که به حملات فراوانی را که اینا سازماندهی می کنند موفق نمی شند دسکای استخبارات افغانستان به خوبی اینا را میکنه و به پنجه قانون می سپارن. اما به یک یک اهدافشان هم اگر می رسد هدفشان است که وحشت ایجاد کنه، ترس ایجاد کنه تلاش و تلاش حکومت همی است که دستگاه استخبارات تلاششان مضاعف شود تا یک اونها نتانستند به هیچ یک از حملاتشان دست پیدا درستان چرا که ما در حملات تروریستی قر... میزان قربانی را که میتیم مثلا در تیواره غور، در میرزا ولنگ سریپال و بالاخره در کابل، در قندهار، در هلمند این همه افغانستانی که خونش میریزه واقعا تنها رعب است تنها ترس است که تو روستا میپراکنند ببینید ما همواره مشکلات و چالش که در صد در حکومت وجود داره پذیرفتیم ما مدعی نیستیم که هیچ مشکل وجود نداره و همه چیز صد در صد خوب است ما یک کشور در حال جنگ استیم چالش است مشکل است اما از طرف دیگه ایران باید بپذیریم که برنامه وجود داره تدابیر هم وجود داره که به دشمنان مردم افغانستان و دشمنان بشریت دیگه اونا به هیچ یک از پلان های شومشان موفق نشون و نایل نیوه تشکر آقای سالنگی کوتاهتر اگر جمع کنید آقای اوباما با, با خیلی جرأت این شعار را سر داد که به جنگ عراق و افغانستان پایان میبخشم و حالا آقای ترامپ هم دیروز در سالگرد 16 همین سال حمله 11 سپتامبر این شعار را با جرأت سر داد که دامنه توریسم را از جهان بر میچینم و ریشهشون را میخشکانم واقعا کار دشوار نیست البته یک شعار خوبی است امیدوار هستم که دست پیدا بکنن به این حتی اگر در یک قرن آینده باشه اما در عمل وقتی که ما می بینیم خود آمریکا متهم به حمایت از عوامل توریستی در مقابل کشورهای خاصی و هیچگاهی نمیتانه نمیتونه چیزی را که به عنوان ابزار برای خودش کارایی داره را کاملا نابود بکنه یک بحث از بحث دیگه ای که به خصوص بعد از آمدن ترامپ ما در افغانستان گسترش تروریسم داریم نه کاهشش طالب به عنوان بزرگترین چالش و نیروی دولت برانداز در افغانستان همچنان فعال است و اگر فرمودی جناب میسام صاحب در شهرها نیستن و ولسوالی در اختیار دارن حداقل در کوه هستن و کوه جزء خاک افغانستان میتونه باشه چرا <مت> ما در کوه سراغشون بزنیم بزنیمشون مگه امکانات در اختیار طالب امریکا نیست ولی دولت ما ناتوان از و تئوری که داره چی میگن ای 29 نمیتونه بر فراز کوه پرواز کنه اما تئوری 16 آمریکایی خو میتونه کار انجام بده چرا اونجا ادب قرار نمیدن باید ما منتظر بشینیم که طالب به رسولی ما را تأثیر بکنه مردم سر بره باد از ما اورا بزنیم فرار بیتیم خب تا بکی این مدل را ما پیش بریم وقتی که آمریکا زمانی که طالب در کو هدف قرار داد او وقت ما میگیم که رفتار امریکا در مقابل افغانستان صادقانه است اما زمانی که امریکا در پایگاه خودش حضور داشت و طالب آمد شهر ما را گرفت مردم ما را سر برید و چی فجا و کارهای بدی را کنجام نداد بعد از امریکا او بیرون بکشه برای ما داری دوان میکنه صرفا ما میمریم اما در یک به اصطلاح چی میگن بازی زمانی زیاتری. پس آنچه را که بانون شعار ترام مطرح میکنه ای باید در عمل ثابت شود و زمان میتونه خوبتر در عمل ثابت اگر گیریم ترامپ رفت شعار صادقانه باشه و نیتمندی صادقانه باشه ما مردم افغانستان و دولت افغانستان باید از اون امکاناتی که جناب میسر به صورت به صورت بسیار خوشبینانه مطرح فرمودن استفاده بکنیم اگر استراتژی آمریکا در راستای تامین اهداف ما هست و دشمنان ما را ضعیف و ذلیل نشان میده ما باید استفاده را خوب بکنیم ما باید بریم از امکانات افغانستان در راستای تامین اهداف خودمون بخصوص از بین بردن و از پادر آوردن تروریست ها و بخصوص داعش و طالب استفاده بکنیم چه برسه به او 20 گروه تروریستی که امروزه اینجا موجود است اراده و توانایی برای چنین استفاده و کاربری در دولت وحدت ملی به وجود آمده که اینا خوش هستند بینید اگر ما بگیم که خب به وجود آمده در کجا به وجود آمده و چطور و چه رقم و کو به اصطلاح برایند و نتیجهش اما اگر واقعا نیت وجود داشته باشه ما میتونیم یک امیدواری داشته باشیم که اه یک آینده خوبتری در پیش رو داریم که اون نیت صادقانه بتونه حد اقل کاری که میکنه اولا فساد از دستگاه دولت و از دستگاه حکومت از بین ببره تا زمانی که فساد وجود داشته باشه جنگ در افغانستان به عنوان یک ابزار پول آور و سود آور برا برای کسانی است که خودشان علیه طالب و داعش می جنگن پس اینا هیچگاه حاضر نمیشن که طالب از بین برن از بین برن. او فساد ما دامنش کم بسازیم از بین ببریم بعد از او ما میتونیم از نیات صادقانه خود در راستای تامین اهداف ما استفاده بکنیم و از امکاناتی که امریکا هم فراهم میکنه از اون استفاده کنیم تا بالاخره بتونیم در افغانستان به او مقصدی که در فردا 11 سپتامبر ترسیم شده بود هم ما و هم جهان برسیم خیلی ممنون از شما عبدالشکور سالنگی آگاه مسائل جهانی و امید میسم معاون سخنگوی کاخ سپیدار از حضورتان در این بحث و سپاس و امتنان هم از شما برای پایشتان پایین بحث آخر خط تا درود و دیدار دیگر شب و روز با کام و مراد.